احمد قفاری، متولد 1328 در عراق، کارآفرین مهمان این برنامه پایش، از نوجوانی علاقمند به کارهای فنی و تولید محصولات با کیفیت بوده است. وی از همان ابتدای جوانی کسب و کار تولید قطعات صنعتی را شروع کرد و در این راه آنقدر سخت کوشی و پشت کار به خرج داد تا در سال 1387 کارآفرین نمونه ایران معرفی شد و برای محصولاتش از کشورهای مختلف جوایز و نشانه‌های کیفیت دریافت کرد. همکنون نانآوران حدود 1000 خانواده در واحدهای تولیدی احمد قفاری مشغول به کار هستند. مهمان امشب برنامه پایش در فعالیت‌های خیریه نیز فعال است و در سن 63 سالگی همچنان پر انرژی و پر امید در پی تولید و صادرات کالاهای با کیفیت ایرانی است. آقای قفاری، خیلی خوش اومدیم به برنامه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون. آقای قفاری، توی این تیک برنامه‌ای که پخش می‌شد گفتن شما عراقی هستین ها؟ بله. کجا به دنیا آمدین؟ خود عراق، شهر عراق؟ متولد عراق هستم. متولد عراق هستین. پدرتون چه کاره بودن؟ پدر من، پدر بزرگم تاجر پارچه بوده. آه، یعنی شما خانوادگی پولدار بودین؟ شما کارآفرین شدین ها؟ پولدار بودیم، ولی از زمانی که پدر بزرگ من ورشکست شد دیگه یواش یواش. یعنی اینجوری نبود که پدر شما مثلا یه سرمایه بزرگ به شما بدن و شما الان بشین کارآفرین؟ نه خیر، اصلا. آه، پس چجوری شروع کردین؟ عرضم به حضورتون که من به حدود 2 ساله بودم که از عراق اومدم به اتفاق پدر و مادر و یکی از اخویا. بله. اومدیم تهران با دست خالی، چون شدیداً شرایط اقتصادی خراب بود در عراق. اومدیم اینجا یه جا مستأجر شدیم و زندگی رو ادامه دادیم. خب طبیعتاً بعد از 7 سالگی 8 سالگی شروع به درس و بعد درس رو شروع کردم تا یه چیز حدود مثلا کلاس ششم هفتم اینطورا درس خوندم، ولی در کل به دلیل مشغله زیاد و مشکلات زندگی در واقع میتونم بگم خیلی شدید فشار میومد به خانواده و از طرفی هم خود منم زیاد علاقه من به درس نبودم، درس رو زیاد دوست نداشتم، بیشتر به کار علاقه من بودم، خیلی کار دوست داشتم بی نهایت. این بود که از پدر خواستم که من چون خیلی علاقه من به درس نیستم اجازه بدین که من برم دنبال چیزی که دوست دارم، علاقه دارم. خب بعد از تکرار هی مکرر که من داشتم و ایشون اعتقادش بر این بود که باید درس بخونم و من میگفتم علاقه ندارم، به ناچار خب دیدن که من خیلی علاقه مندم به کار صنعت، منو گذاشتنم به تراشکاری، شاگردی در واقع. یعنی از شاگرد تراشکاری شروع کردم؟ از شاگرد تراشکاری شروع کردم. اون موقع چقدر سرمایه داشتین؟ سرمایه وجود نداد. ما به هر کی میگیم به هر کی میگیم بله برید مثلا یه کاری رو شروع کنید، یه کاری را بندازین، بله. ما که سرمایه نداریم. میگیم مثلا آقای قفاری هیچ سرمایه‌ای نداشته، شاگرد تراشکار بوده، امروز 1000 تا پرسنل داره، بله. این همه کارخونه داره. میگن اون موقع میشده، الان دیگه نمیشه. واقعا اینجوریه؟ اون موقع میشده، الان دیگه نمیشه؟ عزم به حضورتون که نه، همچین چیزی نیست. ببینین، هیچ چیز غیر ممکن نیست. هر موقع باشه، هر موقع باشه، در هر شرایطی. حالا عرض میکنم خدمتتون. خب من به دلیل اینکه علاقه من بودم به کار صنعت و کار صنعت رو دوست داشتم، سعی میکردم که حداقل تو کار خودم موفق باشم. هی تجربه کسب می کردم. خب جاهایی هم که کار می کردم، چون اون صاحب محل کاری که من مشغول بودم خیلی علاقه پیدا می کرد به من، بدید من بچه فعالی هستم، خب سنی هم نداشتم،
خیلی فعالم، سعی میکرد بیشتر به من پوهنهای خوب بده که من بهتر یاد بگیرم، چون میدونست که من علاقه من بودم. خب بعد از مدتی باز یه زمانی یک جا بودم، یک زمانی سعی میکردم برم جای دیگه یه تجربه کسب بکنم، تا یه چند سالی گذشت، حدود 4-5 سال گذشت. بعد از 4-5 سال که یه مقدار سنم تقریبا بزرگتر شده بودم، از پدرم خواستم که یه تراشکاری باز کنم. خب به من آخه الان شما در سن یعنی چند سالتون بود؟ 17 سالم. در سن 17 سالگی شما چطور میخوای با دست خالی تراشکاری؟ گفتم خب من علاقه دارم و فکر میکنم موفق باشم. خب پدرم البته در من دیده بود یه چیزایی، بی دلیلم نبود حرکاتش. 3000 تومان به من سرمایه داد. البته اینی که من خدمتتون میگم، من به تنهایی نبودم، من با برادرم بودم. من یه برادر از خودم بزرگتر دارم که به اتفاق با هم دیگه این کار رو شروع کرد. درست. از یه کارگاه کوچولویی که اجاره کرده بودیم، 12 متری اجاره کردیم و مشغول تراشکاری شدیم. یه دستگاه تراش خریدیم به 2000 تومان، اقساط پیشقسط دادیم، 1000 تومان هم ابزارالات خریدیم، جارم اجاره کرده بودیم با 3000 تومان. 3000 تومان پدر از پسندازی که کرده بود به ما داد به جای سرمایه. خب این الان چند متر اینجا؟ اینجا حدود 600 متره. کل کارگاهاتون چند متره؟ کل کارگاه ببینید الان اینجا یه قسمته. نه کل هر چقدر کارگاه دارین چند متره؟ یه چیز حدود 5000 متره. یعنی 12 متر اجاره ای الان شده 5000 متر. بعد تعداد دستگاهاتون چقدره؟ تعداد دستگاه یه دونه موقع خریدیم قسطی. الان اینا ملکی چند تاست؟ شمارش نداره. نه نداره خیلی. درسته. خیلی باید. آقای غفاری الان بله. فرض محال که محال نیست. بله. بگن آقای غفاری هر چی دارین ازتون میگیریم. بله. 20 سال شما رو برمیگردونیم عقب. بله. فکر میکنین 20 سال بعد اینقدی که دارین باز میتونین داشته باشین؟ یعنی الان بلدین چجوری دوباره این مجموعه رو درست کنین؟ ببینین بلدم که ببینم بله. تو وجود شماست بله. یا تو بیرونه؟ ببینید الان مشکل اینه، به هر کی میگی بله. میگن که خب این که داره، مثلا الان میگن آقای غفاری که داره، خب صداش از جای گرم در میاد، ببخشید اینجوری میگم، ولی میخوام ببینم واقعا اگر آقای غفاری الان همه اینا رو نداشته باشه بله. با توجه به تجربیاتی که دارین، اون گوهری که در درون شما هست بله. به شما وقت بدن، میتونین دوباره همه اینا رو درست کنین یا نه؟ من الان فکر میکنم که اینقدر انرژی دارم وقتی که این تشکیلات رو میبینم، این افرادی که کار میکنن به قدری به من انرژی میدن که من فکر میکنم که بیش از اینا میتونم حرکت کنم. به دلیل اینکه الان من صبح ساعت 6 صبح از خواب بلند میشم، تا محل کارم 1.5 ساعت راهه، خودم پشت فرمون میشینم میرم محل کارم، تا زمانی که افراد کار میکنن مشغولم، خودم هم اونجا حضور دارم و دائما هم میگردم. اصلا دوست دارم، علاقه شما دارم. شما از کارگراتون بیشتر کار میکنید الان؟ باور بفرمایید من اگه بهتون بگم روزی 16 ساعت حداقل فعال هستم باور کنید. یعنی زمانی هم که 2-1.5 ساعت تو ماشین میرم، 1.5 ساعت تو ماشین برمیگردم، جزء ساعت کاری محسوب میشه. چرا؟ چون همش فکر میکنم. آره، اون موقع هم که خونه این فکر میکنین، برنامه‌ریزی میکنم، برنامه‌ریزی فردامو میکنم. من همیشه یه روز جلو هم. یک روز برنامه‌ریزی فردا رو کردم پیش. نه اینکه برسم امروز ببینم امروز. خیلی خوب. ببینیم اطرافیان شما در مورد شما چی میگن. آقای غفاری، بینندگان عزیز، سوالاتتون رو از آقای غفاری و خواهش میکنم بیشتر راجع به این که چجوری میشه یه کارآفرین شد، رموزش رو از آقای غفاری سوال کنید، پیامک کنید برای آقای اسفندیاری که ازشون بپرسن. ببینیم اطرافیان و نزدیکان آقای غفاری در موردشون چی میگن. به نظر شما نمایندگان مجلس نهم باید کدام موضوع اقتصادی را در اولویت قرار دهند؟ 1. ایجاد اشتغال. 2. تصویب طرح‌های عمرانی جدید. 3. مهار تورم. عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره 30111 ارسال فرمایید.
البته یه بخشی شده 20 سالی میشه. شما هر روز اینجا سر میزنین به کارگرها؟ بله هر روز، هر روز من اینجا حضور دارم، هر روز صبح اول وقت میام تا آخر وقت. کارهایی که مربوط به دفترم بعد از ساعت کاری اینجا هست. خیلی ممنون، خسته نباشید. به نظر من کسی که به عنوان کارآفرینی نمونه انتخاب میشه باید دو تا ورشه و جنبه مهم و مثبت داشته باشه. یکی مشتری مداریشه، دوم کارگر مداریشه. در خصوص کار و کارگر چیزی که بنده از ایشون سراغ دارم یکی نظم و ترتیب کاری ایشونه که ایشون هم به موقع سر کار حضور پیدا میکنن و تا آخرین لحظات که کلی پرسنل حضور دارن در کارخونه ایشون پای پای بچه ها کار میکنن. هر چیزی که اراده کردم بهش رسیدم تو بخش کاری، چون غیر از این نیست. به نظر من هر کسی هر چیزی رو بخواد میتونه، این دست خودشه. اگر صبح میام اینجا تا بدون خستگی احساس خستگی ندارم، صرفا به خاطر اینه که علاقه به کارم دارم. من یادمه از اونمایی که مدرسه میرفتم تابستونا، تایم تابستون که تعطیل بودیم بین حالا اینکه کلاس عوض بکنیم، تایم تابستون بابا میومدم کارخونه و با خیلی از اون کارگرایی که هنوز اینجا دارن کار میکنن میشستم پای میز پای دستگاه کار میکردم. از اون موقع یادمه که بابا یه روحیه یه خیلی فعال داشتن، خیلی جدی بودن تو کار. من وقتی میامدم توی کار بیشتر از اینکه پسر باشم یه نفر بودم که میخواستم آموزش بگیرم. پدر همونقدر که من پدر بودن استاد منم بودن. من بیشتر از اون چیزی که حالا من توی دانشگاه با استادای مختلفی سرکار داشتم میشه گفت پدرم بهترین استادم بوده که بیشترین چیزا رو ازش یاد گرفتم. از نظر اخلاق آقای غفاری جدی، مهربون و صمیمی هست. جدی از وقت کارشون جدی هست به کار، از وقت کیفیت خودش نیست، کار باید کیفیت عالی باشه. از نظر برخورد و بچه ها مهربون هست و زمانی هم که بچه ها نیاز داشته باشن بهش، حتی چه پسی چه مسئله دیگه ای از برای بچه ها کم نمیذاره. آدمی که در این حد میرسه نیاز به پولش نداره، پول دیگه برای من معنی نداره. من چون عشق به کار دارم میام سر کارم، عشق به این کارگرام دارم میام سر کارم، دلم میخواد که مفید باشم برای این جامعه. خوشبختانه خدا رو شکر خسته نشدن، هیچ وقت خسته نشدن و انشالله که هیچ وقت خسته نشن. اون انرژی که داشتن اون باعث شده که موفق بشن. خب خوش به حالتون آقای غفاری. آقای غفاری الان که شما اینقدر پول دارین، گفتین پول دیگه مهم نیست، بله، نمیخواین تعطیل کنین بریم مثلا یه باقی جایی یا بریم دنیا رو بگردین صفا کنین؟ باور بفرمایین که گاهی اوقات روزای جمعه دلم تنگ میشه. آفرین آفرین. یعنی روزای جمعه اگر من احساس بکنم که 50 نفر کار میکنن مطمئنن اونجا. آقای غفاری کاری هست که کارگراتون یا سرکارگراتون بلد باشن شما بلد نباشین؟ یعنی الان هر کدوم اینا رو وردارین شما میتونین جاش وایسین کار کنین؟ بلدین؟ 100%. هر کدوم از اینا نباشن شما میتونین جاشون کار کنین؟ همه اینایی که شما میبینین خودتون یکی یکی من کار کردم باشون. آها. خودتون کارو بلدین؟ تمام این دستگاه ها کار کردم. غفاری ببینید من حتما این درسته که دولت باید فضای کسب و کار کشور و فضای تولید کشور رو درست کنه. بله. اصلا در این هیچ بحثی نیست. بله. متو ببینید الان شما به عنوان یه تراشکار موفق با این همه پرسنل و کارخونه دارید کار میکنید. بله. خیلی از تراشکاری‌های ما تعطیلن متأسفانه. بله. شهرهای صنعتی جاهای دیگه. این نشون میده که تو همین فضای کسب و کار که انتقادات و اشکالات خیلی زیادی بهش وارده و من مطمئنم شما خودتون خیلی درد دل پری دارید از وضعیت کسب و کار تو کشور، ولی شما دارید موفق کار میکنید.
این تفاوت شما با همکارای دیگه‌تون که از اونا موفق‌ترین تو چیه؟ بالاخره همون بیمه، همون مالیات، همون پول آب، همون برق، همون کارگر، همون چیزایی که اونا دارن شما هم دارین دیگه. ولی شما موفقین، یه تعداد دیگه نیستن. چرا؟ شما چجوری موفق شدین و نشدن؟ ببینید، من موفقیت هر شخصی رو در خودش میبینم، در توانایی خودش میبینم. اگر کسی یه چیزی رو بخواد هیچ جای تردید نیست، موفقیت درش هست. چون که من از ابتدا به ساکن، زمانی که کار رو شروع کردم، تنها چیزی که خیلی برای من اهمیت داشت کیفیت بود. یعنی به هیچ عنوان حاضر نبودم اگر جنسی رو قراره که تا حتی روش سوبسید بدم که بتونم اون جنس رو ارائه کنم به بازار، بشناسونم به بازار، روش سوبسید میدم. الان شیره شیره گازه اینا؟ نه خیر، اینا شیره والف مال موتورخونه است. موتورخونه است، استاندارد دیگه اینا، تمام استاندارده. شما از مشکل مرجع هم هستین؟ یعنی استاندارد؟ بله. اولین استاندارد در ایران من گرفتم، یعنی تشویقی به من دادن. درست. من استاندارد رو خودم دنبالش نرفتم. من اولین کسی هستم در ایران که این شیر کشویی تأسیسات رو تولید کرده. این در ایران تولید نمی شده این شیر. این شیر با ابتکار خودمون، یعنی خودمون که میگم من و برادرم، تمام این صحبت های من عرض میکنم برادرم سهیم با هم انجام دادیم. آفرین. با ابتکار خودمون این شیر رو اومدیم شروع کردیم و ساختیم. آفرین. و الان هستن کسانی هستن که همین کار رو دارن انجام میدن و آدم های موفقی هم هستن. ولی متاسفانه بزرگترین ایراد کار ما در همینه که ما تولید کننده با این امکانات، با این شرایطی که داریم، با این عشقی که به کار داریم، جنس چینی متوقف کرده کار ما رو. درست. ما اگر اراده بکنیم در حد صادرات به راحتی، علاوه بر اینکه میتونیم مملکت خودمون رو تامین بکنیم، میتونیم ازن چینم تامین کنیم. میتونیم واقعا بچینیم. اصلا همینه. باور بفرمایید، باور بفرمایید. اگر حرف بزرگی تا آفرین، این حرفی که من خدمتتون اگه چی بشه این کارو میکنیم. اگر چی بشه فقط، یعنی دولت چیکار کنه که آقای غفاری جنساش باید تو چین بفروشه؟ من از دولت من انتظاری هم دست شما رو ماش میکنم، ولی اونجوری پای شما رو هم ماش میکنم اگه شما اینا رو ببرید تو چین بفروشید. اگر احیا ببینید، یه وقتی این جنس من جنس ایرانی بود، اسم ایرانی روش بود، عزیزترین کس هم اسمش روش بود، بازار با توجه به اینکه اولین تولید کننده ای بودم، بازار از من ضعیف خرید میکرد، میگفت باید اسم خارجی روش باشه. من میگفتم شما باید... کیز همین اینو مینوشتین؟ بله. کیز. خب اینو مینوشتین نمیخریدن؟ اینه که نمینوشتم ضعیف میخریدم. من 60 خورده نماینده دارم سراسر ایران. اینو که نوشتین خریدن؟ فکر کردم خارجی. اینو که نوشتم خریدن. نه نه، فکر نکردن خارجیه. کیز به معنای دختر. عجب. به زبان ترکی. این به زبان ترکی. کیز یا کیز؟ کیز. این اسم اونه. من اومدم این اسم گذاشتم صرفا به خاطر اینکه فقط اسمی تشابه داشته باشه. بله. از من نمیخدن. من اعتقادم بر این بود، میگفتم که خارجیه بیاد اسم این چیزی که من گذاشتم بذاره. آفرین. چرا من برم اسم اون رو بذارم؟ آفرین. اعتقادم بر این بود. آقای غفاری، چند سال وایسیم شما ببرین چین یه پارت جنس بفروشیم؟ منم حاضرم به قولم عمل کنم، شما به قولتون عمل کنیم. باور بفرمایید. نه من به تنهایی، نه من به تنهایی. ما الان تولید کننده های تو همین زمینه داریم که همشون موفقن، همشون موفقن، هیچ کدومشون ناموفق نیست. صرفا به خاطر این که الان نمیتونن خوب تولید بکنن، حمایت ضعیفیه که میشه. ما با مواد اولیه رو با مشکلات خیلی کنم. ممنون. ببینیم بیننده های ما از شما چی پرسیدن. آقای غفاری، آقای اسفندیاری میگن وقتمون هم کمه. بله، خواستم در مورد مسابقه هم یه توضیح بدم که امروز اشکال فنی داریم، نمیتونیم نتایجشو فعلا به شما ولی بگم نتایجشو، ولی میتونم بگم چون من اینجا دارم بررسی آره. میکنم این که پرسیدیم نماینده های مجلس باید چه چیزی تو اولویتشون باشه، بیشتر سه رو بینندگان ما زدن، شاید بالای 40-50% سه رو زدن، مهار تورم
بعدش یک رو زدن که ایجاد اشتغال تصویب طرح‌های عمرانی خیلی مثل که از نظر بینندگان ما طرفدار خیلی مهم نداره. ولی سوالایی که از دعوا هم حتما نباید بکنن همونطور که آقای رضایی گفت دعوام نه. بعد اینکه نظرات مختلفی هم تولید کنندگان مختلفی دارن پیامک میفرستن که نمیشه اینا هم نگیم، بالاخره اونا هم حضور دارن تو برنامه‌مون، گفتن که بهتر آدم از خودش شروع کنه، دولت اول خودش به زیر مجموعهش بگه که کالای ایرانی بخره. 0918 12 17 یا مثلا یه مرغداری گفته که گازوئیل 10 برابر شده، سویا کیلو 1000 تومان گران شده، بدهیم به بانک عقب افتاده. یه سالی که الان با مشکل دارم اینکه گفتن عجله نکنیم چی بکنیم. 0912 567 از آقای قفاری خیلی سوال پرسیدن، مثلا اینو پرسیدن که شده پول نداشته باشید، مشتری به شما تعهداتش پولشو نداده باشه، بعد با ورشکستگی مواجه شده باشید، اگه مواجه بشید چی کار میکنید؟ من تو این شرایطم راهنمایی کنید. 0918 579 آقای رضوانی از خمین. فقط هم همین سوال رو وقت داریم ببخشید. بله، عرضم به حضورتون که نه، تا به حال هم چه اتفاق نیفتاده خوشبختانه، به دلیل اینکه صداقت داشتن در کار، درست کار کردن، حق مردم دادن، حقت هم میتونین بگیرین. اگر حق مردم رو درست ادا کردین به راحتی میتونین حقتون هم بگیرین. من همچین اتفاقی نیفتاده. یه بیننده دیگه این پرسیده که اصلا شده تا حالا مشکل ایجاد بشه، به مشکل برخورد بکنی، بحران تو کارتون ایجاد بشه، چی کار کردی؟ بحران مالی؟ اصلا کلن بحران تو کارتون؟ من حداقل فکر میکنم که 10 بار ماشین زیر پامو فروختم فقط به دلیل بحران. خیلی ممنون، خیلی ممنون آقای غفاری. انشالله که دیگه ماشینتون رو نفروشین، همجوری ماشیناتون زیاد شه. امیدواریم که آقا نوید و بچه های دیگه بتونن جای شما رو پر کنن، کارخونه ها رو بزرگتر کنن. بله، من دوتا دختر دارم، با پسرم هر ستایشون مشغولن تو این مشغله. به چین، به ماچین، به همه جای دنیا جنس دادن. خیلی ممنون، خیلی متشکرم، انشالله سلامت باشید. خیلی متشکر از بینندگان عزیزمون هم متشکریم، به اتفاق همه همکارانمون. به شما شب بخیر میگیم، تا هفته آینده که با پایش بعدی در خدمت شما باشیم. سه شنبه ساعت 11 صبح ما انشالله در میدان ارک در خدمت شما تولید کنندگان، مصرف کنندگان و همیهنان عزیز هستیم. دوربین حرف مردم درد دلای شما رو میشنوه. خدا حافظ.